معاش دكتور شريف حصار نایستم که سپانتون تیبی کابل فارغ شدیم در رشته طب معالجوی و بعد از آن پروگرام تخصص در شفاخانه مالالایزیشن تون ختم کردیم و بعد از اختتام پروگرام تخصص که در سال 2014 بود و بعدا از سال 2014 تا اینکه ما به امریکا بیایم به حیث متخصص نسوی ولادی و شف نسوی ولادی در شفاخانه صد بستر دشت برچی ایفای وظیفه میکنم. تا هنوز نامعلوم است که ما در چی رشته باید ادامه بدیم کار خود و تا جایی که ما معلومات دارم اسنادایی که ما از افغانستان با خود داریم مثلا اسناد تخصص ما فاکولته در اینجا قابل قبول نیست، باید ما امتحانی که به نام یو سیمیل اگزام است ایره باید پاس بکنیم و بعد از او ببینیم که در کدام رشته پروگرام رزیدنسی یا تخصص ما در کدام ایالت بر ما یعنی مؤثر میشه که باز ما او را ادامه بدیم. با مشکلات هایی که طبقه اوناس و از جمله دکتران و پرسنل صحی به او مواجه است که باعث از این میشه که اینها از افغانستان برای و ترک بگویند، برای خود طبقه اوناس خو یکی خو دروازه مکاتب و پنتون که درویشون بسته است از طرف طالبان و دیگه محدودیت هایی که از طرف طالبان برای دخترها طبقه آن است وضع شده یک فاکتور دیگه است و بعض فاکتورهای دیگه ایش که ازدحام شفاخانه از باعث مشکلات اقتصادی که مریضان به او مواجه است که بنابر او مشکلات مجبور میشن که پس به می ارگان های دولتی مراجعه بکنن و پرسنل صحی با داشتن تعداد کم پرسنل و مجبور هستند که اینها رسیدگی به او بکنن که یک چالش بزرگ برشان است و نگرفتن به موقع معاشاتشان که قبلا این معاشات از طرف نهادهای بین المللی مثل ICRC پرداخته می شد و جی پای گو که فعلا ICRC هم معاشات قطع کرده در بعض مراکز صحی که توزیع می کرد، این خودش یک فاکتور عمده است که برای پرسنل صحی که اینها مجبور شوند که افغانستان ترک بگن به خاطر که وقتی که اقتصاد خودشان هم تامین نباشن، حواسشان جمع نباشن، پس اینها چطور بدونن که اگر خودشان جور نباشه چطور یک مریض اینا تداوی بکنن؟ اینها تمام فاکتورهایی هستند که مجبور میشن که افغانستان ترک بگن، برن به یک مملکت دیگه تا امنیتشان هم تامین شوه و اقتصادشان هم تامین شوه و خودشان هم نسبت به آینده خود امیدوار باشن. و اینمی قسمی که دکترای متخصص ما، دکترایی که با تجربه هستند، اینا مملکت ترک گفتن رفتن و به عوض از اون کسایی در ارگانای صحی مقرر شدن که از تجربه کافی برخوردار نیستن و بعض کسایی هم هستن که آمدن فقط و شاید به خاطر که یک مقدار معاش را داشته باشن آمدن ولی از تجربه برخوردار نیستن، به او خاطر اگر به می شکل ادامه پیدا کنه که هنوزم دکترای نسایی ولادی ما، دیگه دکترای طبقه اوناس ما اینا وطن ترک بگوین برن، یعنی میزان مرگ و میر، میزان هر نوع، میزان وقوعات هر نوع امراض در افغانستان بلند میره. تمام اختلاطات، تمام یعنی یک عواقب ناگوار صحی، بحران شدید صحی در افغانستان واقع خواهد شد، یعنی نظام صحت کاملا به فروپاشی خواهد رفت.